ولی امروز این که اهل تشیع خمینی به چی مقامی میبینن کار خود نایه، به چی درجه میبینن کار خود نایه، اعمال خود نایه، بزرگ خود نایه. بالاخره خیلی شاید از بزرگان مار اهل تشیع قبول نداره، خیلی ها، نه یکی دوتا. حتی میبینیم که اهل تشیع بسیاری نا همه ولک خواهر و برادر شیعه ما متهم نمی کنیم، بسیاری از اهل تشیع در کتب اینا که میبینیم خب وقتی توهین به صحابه بکنه، ابوبکری که ما او را از جان خود بیشتر دوست داریم، عمر که او را از جان خود بیشتر دوست داریم، عثمان و علی که از جان خود بیشتر دوست داریم، عایشه و فاطمه که اونها یعنی به اونها کوچکترین توهینی نشه و خنجری دشمن بیاید در سینه ما بخوره و توهین به او بزرگا نشه. بالکل. یعنی اونها ارزش اونها خیلی بالاتر از جان ما هست. ولی میبینیم که حضرت عایشه توهین میکنن، به حضرت ابوبکر توهین میکنن. اما این که خمینی به نزد تشیع دارای چی جایگاه و مقامی، حتی میبینیم که میگن امام خمینی. بله. اما یک اهل سنت باید متوجه باشه، یک سنی که میگه من اهل سنت و جماعتم، یعنی چی؟ یعنی سنی که پیرو ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر صحابه هست، سنی باید بفهمه. شاید خیلی از اهل سنت وقتی که ما میگیم امام ابو حنیفه رحمهم الله، امام شافعی رحمهم الله، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، امام مالک رحمهم الله، حتی امام جعفر صادق رضی الله عنه، شاید به قطار همی اماما و بزرگان دین او احساس بکنه که امام خمینی شاید به نزد اهل تشیع قرب و منزلت امام خمینی هم ردیفی که اونها از امام جعفر صادق رضی الله عنه دارن، شاید احتمال داره که امام خمینی را به اون شکل امام برده تقدسیت بر اینا داشته باشه. اما یک سنی، یک اهل سنت و جماعت، ما هیچ وقت خواهر و برادر شیعه خود به این متهم نمی کنیم. چرا خمینی رو دوست دارن؟ اختیار خود دارن، فکر نایه، افکار نایه، مذهب نایه، روش نایه، خود نام میدانن، به حشر جواب میدن، در دنیا جواب میدن، پیشگاه خدا و پیامبر خود نام مسئولیت خوردارن. اما عقیده سنی تا عقیده شیعه مثل زمین تا با آسمان فرق. حتی بعضی از علما یا بعضی از انسانهای ناآگاه و بیخبر میگن که بین شیعه و سنی اختلافات فرعیه، جزئیه. خیر، چنین نیست. بین شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی جزئیه و در فروعاته، اما بین مذهب شیعه و مذهب سنی ما در اصول اختلاف داریم، در فروعات اختلاف، کاش که اختلاف در فروعات میاد. پس بناهن وقتی ما از آقای خمینی موضوعی میگیم و از کتب از او مسئله مطرح میکنیم، این ارتباط به اهل سنت و جماعت داره. سنی ما باید واقف بشه. از طریق رسانه‌ها می‌بینه که دیروز یا سه روز قبل تجلیل از انقلاب ایران شد. بله. تجلیل از آقای خمینی شد. بله. عکس‌های آقای خمینی در در و دیوار زده شد. خب این در ذهن و فکر و مفکوری طفل و یا جوان و یا نوجوان اهل سنت و جماعت نقش بسته می‌کنه که شاید این هم یکی از بزرگان اهل سنت و جماعت باشه، در حالتی که چنین نیست.